سرخط خبرها، تنش‌ها میان آمریکا و چین در مورد اوکراین و افغانستان وارد فاز خطرناک شد. افغانستان در خون می‌تپد، طالبان خواستار مجازات عامل قرآن‌سوزی در سویدن شد. سفارت ایران در افغانستان برای مردم افغانستان ابراز تأسف کرد. گفته‌های تازه ظاهر اخبار در مورد موقف‌گیری زیرکانه احمد مسعود در تحولات اخیر افغانستان، بازداشت برادر و پسر کاکای قاسم قائم توسط طالبان بالای جنازه‌اش که همه را وحشت زده کرده است. سلام، با سرویس اطلاع‌رسانی این پو تیوی خوش آمدید. لطفاً چینل را سابسکرایب کنید. تنش میان چین و آمریکا. چین آمریکا را به جهت‌گیری بی‌بنیاد متهم کرد. چین ایالات متحده آمریکا را به جهت‌گیری بی‌بنیاد در مورد تصمیم‌های بیجینگ متهم کرده است. هوا جونیم، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته است که برخی از مقام‌های ایالات متحده آمریکا به دنبال اینند که چین چه تصمیمی می‌گیرد تا آمریکا به آن طرف شود. سخنگوی وزارت خارجه چین در توییت گفته است که برخی از مقام‌های آمریکایی به جهت‌گیری بی‌بنیاد در پیوند با قضایای مرتبط با چین ادامه می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه چین در توییت پرسیده است آیا آمریکا در عملیات‌های نظامی خود علیه افغانستان، عراق، سوریه بر خود بود که میلیون‌ها تن در آنها قربانی شدند؟ تنش‌ها میان چین و آمریکا اخیراً بر سر جنگ اوکراین و مسئله تایوان و همچنان افغانستان تشدید شده است. خبر بعدی و مسخره آور. افغانستان در خون می‌تپد، طالبان خواستار مجازات عامل قرآن‌سوزی در سویدن شدند. دولت طالبان آتش زدن قرآن در سویدن را به شدت محکوم کردند. این در حالی است که سویدن با خشم دیگر کشورهای اسلامی از جمله قطر، عربستان سعودی، اردن، اندونزی با هم روبرو شدند و آنها این اقدام تحریک‌آمیز را محکوم کردند. وزارت امور خارجه طالبان با آتش کشیدن نسخه از قرآن کریم در شهر لینوکوپینگ کشور سویدن را یک اقدام ضد اسلامی دانسته و محکوم کرده است. طالبان از دولت سویدن خواسته است تا عاملان این حادثه را به شدت مجازات کرده و از وقوع سایر حوادث که در آن به مقدسات و شعائر اسلامی توهین می شود جلوگیری کند. طالبان گفته است که این مسئولیت دولت سویدن است تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از این گونه شرارت ها روی دست گیرد. ایران و عراق هم روز یکشنبه در اعتراض به آتش زدن قرآن کریم کارداران سویدن را در تهران و بغداد و وزارت خارجه کشورهایشان فرا خوانده بودند. و گفته پلیس سویدن درگیری های روز یکشنبه در 5 شهر این کشور در اعتراض به آتش زدن قرآن رخ داده بود که 40 نفر نیز دستگیر شدند. از 5 شنبه هفته گذشته زمان آغاز خشونت ها 26 پلیس و 14 شهروند سویدن زخمی شدند و موترهای متعدد به آتش کشیده و اموال عمومی خسارت وارد شده است. پلیس سویدن گفته است که این درگیری ها باندهای تبهکار دخالت داشتند. بر بنیاد گزارش ها راسموس پالودان که نسخه از قرآن را آتش زد 40 سال دارد، وکیل است و در دانشگاه کوپنهاگ دنمارک تدریس میکرده است. او 5 سال پیش حزب راستفراتی استرام کورس را تأسیس کرد. پالودان که به داشتن دیدگاه های ضد اسلامی معروف است، در تابستان سال 2020 میلادی قصد قرآن‌سوزی در مالمو سویدن را داشت، اما موفق به این کار نشد و سویدن تا 2 سال او را اجازه ورود به خاکش را نداد. او با دلیل اینکه پدرش سویدنی بود در نهایت توانست شهروندی سویدن را بگیرد و ممنوعیت ورودش باطل شود. او 5 شنبه گذشته 14 اپریل به یک مکان عمومی در شهر لینوکوپینگ در شرق سویدن رفت و قرآن را آتش زد. تعداد از ماموران پلیس نیز در محل حضور داشتند. همزمان حدود 200 معترض به این اقدام پالودان در محل جمع شده بودند و از پلیس خواستند مانع این اقدام شوند. بر اساس گزارش ها وقت چنین نشد، جمعیت معترض با بستن خیابان ها و پرتاب سنگ با پلیس درگیر شدند. مگدلانا اندرسون و نخست وزیر سویدن گفته است که مردم اجازه دارن عقاید خود را بیان کنند. چی نظرشون خوش سلیقگی باشد، چی گچ سلیقگی و این بخشی از دموکراسی ما است. مهم نیست چی افکاری دارید. هیچ وقت نباید به خشونت متوسل شوید
ما هیچگاه این را نمیپذیریم. اکنون میپردازیم به گفته های تازه ظاهر اخبار در مورد موقف گیری احمد مسعود. افتخار از این دارم که در حیام مقامت اول در رکاب قهرمان ملی کشور در سنگرهای داغ در مبارزه بودم و ما از جمله پیشکسوت های مقامت افغانستان هستم. هر کسی که با قدم و با قلم و با سخن در برابر طالب استاد میشه ما از او حمایت میکنیم. خوشبختانه که فرزند قهرمان ملی بعد از سقوط کابل اولین جوانی بود که به دره پنشیر رفت و مقاومت پرداخت و تاریخ افغانستان را یک بار دیگر روشن ساخت و میراثخور پدر نبود بلکه میراثدار پدر شد. بله فعلا رهبری جبهه مقاومت را به دوش دارن. ما و تعداد زیادی از دوستان ما عضو ارشد جبهه مقاومت هستیم. خود را مسئول میشمارم تا وقتی که بتانم کار خیری را به مردم افغانستان انجام داده. خبر بعدی و تکان دهنده، هجوم قطعه بدری در مراسم تشییع جنازه پیکر شهید قائم اندرابی و دستگیری برادر و پسر کاکای شهید قائم به نام روح الامین صورت گرفته و متاسفانه از سرنوشت آنان هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. این در حالی هست که لطفاً این مطلب را هم‌رسانی کنید تا نظامیان دولت پیشین آگاه شوند. گرفته شده از برگه رابیه سادات. منابع به افغانستان انترنشنل میگن که استخبارات طالبان اخیراً با ترفند جدید در پوشش یک شرکت دروغین آمریکایی نظامیان سابق را به بهانه کار و انتقال به یک کشور دیگر جذب و سپس و قتل می رسانند. طبق گزارش ها طالبان تا اکنون حداقل 500 تن از کارمندان و نظامیان پیشین را به قتل رساندند. خبر بعدی، متقی از حمله معترضان بر کنسولگری ایران ابراز تأسف کرد. انام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان امروز در تویترش از گفتگوی تلفنی وزیران خارجه کشور خبر داده و گفته است که در این مکالمه روی مشکلات عمومی مسافران و مهاجران افغانستان در ایران، روابط دو طرف، نمایندگی های دیپلماتیک و امنیتی خوب، دیپلمات ها، تجارت، اقتصاد و موارد دیگر گفتگو شد. وی افزوده است که آقای متقی گفته است که یک هیئت افغانی در آینده نزدیک به ایران سفر می کند و در باره افغانهای مقیم و زندانیان افغان در ایران با مقامهای تهرانی صحبت خواهم کرد. در این گفتگو هر دو طرف ابراز داشتم که به هیچ عنوان به حلقات مغرض اجازه نمیدهم تا از پروپاگند میان افغانستان و ایران نفرت بدبینی فاصله ایجاد کنند. سمنگانی گفته است که وزیر امور خارجه ایران از فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت، تولید و فروش مواد مخدر ابراز خرسندی کرده و وعده سپرده است در بخش و میان آوردن معیشت بدیل برای دهاقین افغان کمک و همکاری کند. رسانه های ایرانی همچنین گزارش دادند که وزیر امور خارجه طالبان در این گفتگوی تلفنی تأسف عمیق خود را درباره حمله معترضان بر کنسولگری ایران در هرات ابراز داشته و از تامین امنیت دیپلمات ها و مراکز دیپلماتیک ایران در افغانستان و همتای ایرانی اش اطمینان داده است. این در حالی است که سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز گذشته گفته بود که سفارت افغانستان در تهران دیپلمات های حکومت طالبان را تا زمانی که به رسمیت شناخته نشود نمیپذیرد.